سلام دوستایی، من برگشتم برای قسمت دیگه لیتس پلی موشوی ایورد کرونو تریگر و من تصمیم گرفتم که ما در گروه ما ماگس داشته باشیم و او را نبخاشیم، پس ما از او استفاده بکنیم. یه شخص قدرتمندی برای این گروه ما بشه، پس من فکر کنم و من خونده ام که از برابر داستان رسمی مگس از بین نبرد، پس باز مونده در این. خب پس مو باید ایشان رو مجهز بکنند و چیز مهم در مورد جانس یا مگس که این مرد که میتواند جدوی سایه ای استفاده، جدوی تیر استفاده میکند، پس این بسیار مفیده چون که دیگران این از این رو نمیتونند استفاده میکنند. و مگس در مورد روش برای احیا کردن ای کرونو گفته و مسی گفت که این چیست و گفت که ای کمپاس، فراموش کردم کمپاس به فارسی، اما چیزی که تا میتونیم شمال، جنوب، غرب، شرق تشخیص کردن و ای گفته که کمپاس فضا وقت دوران شکست شد و جانس گفت که چی ایست؟ چیزه میپدید، این چیز چیه؟ خب این چیست؟ و مسی گفت که من فکر می کنم که ایشان ما را اظهار می کند و روبا گفت که این بسیار بزرگ است و من قدرت بسیار زیاد نیروهای روحی احساس می کنم و جانس گفت که قصر زیر اقیانوس و این امکان ناپذیری است. خب پس این ما بگیم این را بلک اومن و ما میتونیم به اینجا برویم، اما ضرورتی نیست و هدفمون در این زمان این نیست، پس ما باید با گسپر ملاقات بکنیم و ما یاد گرفتیم که مرد به نام گسپر یکی از استاد از این سال، این مرد پیر است. خب پس ای شاید می دانند در مورد چیزی که احیا کردن جمشید میدونه و این مرد پیر گفت که خب این مرد، این بچه سلامتی با موی عجیب کجای؟ ما گفتیم و مرد پیر و این اخبار بسیار بد، خبر بد است و من چیز برای به تو دادن ندارم،
به جز این آهنگ. اسم این تیتر این حتاره های جمشید است. و مرد پیر گفت که من اکاش من کمک بکنم. و مسیح گفت که ما برای استاد وقت جستجو میکنم. استاد وقت در موردش شنیده هم حتما، اما چه با او چه کار داره دارید؟ مسیح گفت که او در مورد احیا کردن جمشید میداند. مرد پیر گفت که احیا کردن مردم عاشق این چیزی که هر کس میخواهد. جمشید بسیار خوشحال می شود که اینطور فکر می کنید که دوستان مثل تو وجود داره، وجود داشت. نه، هیچ چی نمیگند. خب، و اگر ما به این به مخرج اینجا می رویم، گفت که هی چی؟ و این بگیر، این رو با شما بیاورید. دا علی گفت که این یه تخم مرغ، یک کدام تخم مرغ میشه؟ یه نوع تخم مرغ است. و این مرد پیر گفت که این رو کرونوتریگر بگیم، مشه وقت بگیم. این فقط ای چیز این 100% پتانسیل میشه. من نمیدونم به فارسی پتانسیل، اما چیزی که ما میتونیم انجام بکنیم، نه چیزی، نه انرژی، نه انرژی آینده است. و اگر کسی که یه چیز، یه اقدام مسئله میکنیم، اقدام چیز کار میکند و تاثیر قدرتمند روی وقت داشته باشد. و در به مرد که دوران ساخته کرد و این بله های وقت در مورد استفاده از این مراجعه کنید. مثل هر یکی از تخم مرغ دیگر، این فقط امکانات است. این شاید باز میکنه یا باز نمیکنه، اما این مشه وقت امکان برای احیا کردن دوستتون میدهد. و تخم مرغ تاثیر برابر به تلاشتون، تلاش جستجویتون است، نه بیشتر نه کمتر. و فراموش نکن که اگر جمشید در دل داره این روزی که تو در مورد خوب میکند برسد. و جانس گفت که گرفتم و تو توست خوب. و مسیح گفت که ببین، تو گسپر استاد وقت هستی؟ و گفت که خب. و من باور میکنم که اسم قبل بوده، دوران خواهی گذاشته.
پس ما باید به سال 2300 برویم برای در مورد استفاده کردن این تخم مرغ در مورد تخم مرغ آگاهی بشویم. به سال 2300 می رویم چون که بلفزار مرد که این را ساخته، اما من فکر کنم که قبل از این به اینجا برویم. نه این نمیخوام در حال حاضر، بهتر است که ما قبل از این به جای خب این خوبه، این خوبه، این در این جایه، من فکر نمی کنم، اما خب در بسته ای داره، اما چون که ما این شیپ پر از انرژی داریم ما میتونیم به اینجا برویم. یه گوشواره طلا، یه اثر، خب گوشواره طلا یه چیز بسیار قدرتمندی است چون که تعداد مصرف جادویی از 75% کمهش پیدا می کند، پس بسیار مفیده چون که مسیح می توانند خیلی از جادو استفاده می کند و این بسیار آسان از نظر مصرف. خب و این هم ما میتونیم باز بکنیم، چیز یه چرم تپ میشه، چرم تپ این چیست؟ خب قدرت چرم بیشتر میشه، من نمیدونم اسم چیز. و یه والت، یه کیف، این کیف چطوره؟ اگر ما این کیف داریم ما میتونیم امتیاز تجربه به شکل پول عوض بکنیم، تبدیل بکنیم، اما من فکر کنم که این فکر خوب نیست چون که ما از پول خیلی لازم نداریم و آنقدر مهم نمیشه، پس من فکر کنم که بهتر است که ما در این وقت این کار نمی کنیم. و قبل از این من میخوام به سال 600 بروم، قبل از به با روبرو مردگی این ساخته بشویم. این چیست؟ این یه جای خالی در میان صحرا، نمیدونم، اما من یه جایی که بهتر است که ما برویم. خب من میدونم که در این هتل یه جعبه بسته ای، خب چه گرفتیم؟ یه زره آبی، مثل یه زره سورت که ما میتونیم زده انصار با همین رنگ ما میتونیم دفاع بکنیم، پس بسیار خوب میشه. چیز دیگه، و این جای این اومن سرخ در هر دوران وجود داره. این چیست؟ نمیدونم، ما میتونیم به اینجا برویم؟ نه هنوز هم ما نمیتونیم، اما یه چیز مفیده و چیز از گذشته، از گذشته وقتی که سلطنت زیل وجود داشت داشته. و این چیز، ما به اینجا نه رفته ایم، اما
من فکر نمی کنم که در حالا به اینجا برویم، چون که در حال حاضر ما میتونیم این بازی پیروز بشویم، فقط با لباس نبرد بکنیم، اما حتما این فکر خوب نمیشه، چون که ما برای این آماده نشدیم و این چیز اینجا به بسته هنوز در این وقت وجود داره. نه وجود داره. من اشتباه کردم، چون که اگر من در این سال 2010 این رو باز کردم، هنوز هم در سال 600 وجود داره، اما چون که اول این جعبه در سال 600 باز کردم این وجود نداره. بس فکر بسیار بد از سوی من بود. پس ما آماده شده ایم برای ورود کیپرزدوم بشود و با بلتزار. اما ما میدونیم که بلتزار از بین برد این گذشت از این دنیا. پس من نمیدونم چطور ما میتوانیم با او حرف بزنیم، چون که فرد نداره. جادوی دیگه، یه تاب جادویی. از خوبه درس که از این استفاده بکنیم. خب و من فکر کردم که این کافی است برای ویدیو و بعد از این ما با این نو حرف بزنیم و من امیدوارم که در مورد احیا کردن جمشید یاد بگیریم. پس برای ویدیو من تماشا کردید، تشکر و خدا حافظ.